فعلشون هم درست بود خدا وکیلی. حالا قانونی که نفرستاده بودن بماند. ما میدونیم که سپریم به سی برابر است با تانژانت تلتا دوم. اگر یه موقع کسی نبوده چرای اینو میخواد مطرح بکنه، سپریم به سی سپریم بود دو آ سینوس تلتا دوم، این هم بود دو آ کوسینوس تلتا دوم. این با آدوار این دو آزده میشه سینوس به کوسینوس میشه چی؟ تانژانت. تمام شد. حالا اگر من بیام جای مقدار بذارم رادیکال سه برابر سی تقسیم بر سی، اینم تانژانت تتا دوم. خب ببینید ما در حقیقت آقای اون دقت کنید رادیکال سه مساوی با تانژانت تتا دوم. شما خواهش میکنم اینجوری بگید تانژانت یه نصف زاویه شده رادیکال سه، پس اون نصف زاویه ما میشه چی؟ 60 درجه. چون تانژانت 60 درجه میشه رادیکال سه. اینجا هم تتا دومه، پس خود تتا میشه 120 درجه. خوشبختانه پاسخ صحیح ما برای این زیاد داشت. زیاد داشت. جان؟ آره؟ آقا تو صدا رو میبینید به من چجوریه؟ یه موقع مشکل نداره صدا؟ دوستان یه پاسخی بدن، ما اینجا داریم با آقای سماواتی چک میکنیم. بگید که صدای ما چجوری هست، اگر کلاس هستیم. آقای موسیقی میتونید دیگه چیزی نگو کنه چه به نماز کجا رفتی سیه نکنه این مزاح ما دلخور شدی. تمرین دومیش گفتیم آقا اگر برای دو تا بردار هم اندازه زاویه اونا 53 درجه باشه، شما بفرمایید سپریم به سی چقدره؟ درسته؟ سپریم به سی چقدره؟ مثال ساده ایه، من اگه بخوام از این استفاده بکنم غلط در میاد. چرا؟ چون زاویه ما 53 درجه است. حالا ما باید اینجا نصف 53 درجه حساب کنیم. تانژانت 53 درجه میشه سینوس 53 هشتم به کوسینوس 53 شیشتم، هشتم به شیشتم میشه هشتم، میشه 4/3. حالا نمیخواد 4/3 رو نصف کنیم، چون اگر زاویه نصف کنیم تانژانتش یا سینوسش یا کوسینوسش که نصف نمیشه که، پس ما از این نمیتونیم استفاده بکنیم. ما می نویسیم سپریم به توان دو تقسیم بر سی به توان دو میشه دو آ دو در یک منهای کوسینوس تتا، دو آ دو در یک به علاوه کوسینوس تتا. دوستانی که درس جلسه قبل ما رو بررسی کردن دیدن ما قبل از این اینو نوشته، قبل از این اینو نوشته. پس سپری به سی میشه رادیکال بله یک منهای کوسینوس تتا، یک به علاوه کوسینوس تتا. این رابطه جلسه قبل من خدمت عزیزان خودم گفته بودم. فقط حواست باشه ما فقط با کوسینوس سر کار داریم، کاری به سینوس زاویه نداریم، اشتباه نکنیم. باز علت رادیکال هم فهمیدی، منتها چون زنگ چهارم است و خستگی و گرسنگی و تشنگی و اینا شاید اذیتت کرده باشه، چون این ترمان دو داره من جذب گرفتم، پس سپریم به سی برابر می شود با رادیکال یک منهای کوسینوس 53 درجه. من یه بار دیگه می نویسم سینوس 37 درجه همون کوسینوس 53 درجه است، سینوس 53 درجه همون کوسینوس 37 درجه است. یا خب حالا اشاره کردم چون تکراری بود مشکلی نداره. یک منهای کوسینوس 53 درجه، یک به علاوه کوسینوس، پس زاویه تغییری نکرده.
یک منهای 16 میشه 4 تا، یک به علاوه 16 میشه 1 و 16 ممیزا بزنیم 4 تقسیم بر 6 ساده کنیم جواب 1/4 متا دوستان نوشتم 1/2 چون 1/4 خودش زیر رادیکاله. اینو داشتیم دوست عزیزی که حواسش نبود 1/4 جذرش رو نگرفت. اینم از اون دوتا تمرینی که ما در صفحه 2 جلسه دوم خدمت دوستان خودمون به اصطلاح ما تصویرش هم میفرستیم براتون. دقت بفرمایید لطفا. دوستان عزیز، ما در ساعت قبل بحث حرکت رو با دو تا مشخصه به پایان بردیم. یکی مفهوم مسافت و یکی مفهوم جابجایی. خلاصه و مفید، جابجایی برداری به شروع و پایان بستگی داره، به شکل مسیر بستگی نداره، اما مسافت در همه نقاط طی شده و به شکل مسیر بستگی داره. حالا من اینجا میخوام به یک نقطه اشاره بکنم. ما اگر بیاریم مسافت با جابجایی رو یه مقایسه با هم بکنیم، ببینید برای فهم بهتر فکر کنید این یه خیابون مستقیمه، کنار این خیابون مستقیم هم یه پلیه. اگر شما به عنوان متحرک 1 از روی مسیر مستقیم حرکت کنید، به عنوان 1 متحرک از روی مسیر منحنی استفاده بکنید، جفت شما ها، یعنی یه نفر الان داره توی این مسیر حرکت میکنه، یه نفر هم داره توی این مسیر حرکت میکنه، شروع و پایانتون یکیه. اما شما اگر این خط منحنی رو افته کنید، مثلا فرض کنید خط کشیه قابل انعطافه، بازش بکنید، میبینید طولش از این چی میشه؟ بیشتر میشه. شما از اینجا با دوست را افتادید رفته تا این کلاس، هر دوتون الان از اینجا تا تایی کلاس که رفتیم مسافتتون با جابجاییتون یکیه. اما دوست شما یه بندازه چارت موزاییک برگشت، اینجا دیگه جابجایی با مسافت یکی نیست. یادتون باشه یه بار تکرار کنیم، فقط در حرکت روی خط راست و بدون تغییر جهت مسافت با اندازه جابجایی یکیه و الا در سایر شرایط همواره مسافت از جابجایی چیه؟ بزرگتر. سایر شرایط مثل چی؟ مثل مسیر این منحنی، مثل یه مسیری که رفت و چی باشه؟ برگشت باشه. الان در یک مسیر رفت و برگشت سر جای اول
جابجایی صفر، در حالی که مسافت میشه چی؟ طول رفت به علاوه طول برگشت. خواهش میکنم دوستان به این موضوع دقت کنن. ما در حالت کلی اینو داریم، در حالت کلی دقت کنیم که آنها دقت کنید دوستان، همواره مسافت بزرگتره، یه جا با هم مساوی هم اینا. خب جمله مهم چیه؟ هیچ موقع مسافت از جابجایی کمتر نیست، هیچ موقع جابجایی از مسافت بیشتر نیست، همیشه بزرگتره که مسافت یه جا با هم برابره. اینو خواهش کنم دوستان عزیز بهش دقت داشته باشید. خب پس مفهوم مسافت مفهوم مشخص شد، مفهوم جابجایی هم مشخص شد. حالا بخواهم بریم سراغ دو تا کمیت مهم، یکی تندی متوسط و در کنار تندی متوسط میخواییم بنویسیم سرعت متوسط. تندی متوسط SAV یا من به این شکل می نویسم، کتاب ما می شه AV برابر است با نسبت مسافت طی شده به تغییرات زمان. ویژگی مهم تندی متوسط چیه آقایون؟ اینه که یه کمیت بله نردهیه، حداقل یه چیزی رو من بگم مسافت نردهیه، زمانم نردهیه، پس جوابشون هم چی خواهد بود؟ نردهیه. اما سرعت متوسط که به علامت VAV یا من خودم یه خط بالاش بذارم راحت تره، برابر است با بگو نسبت چی؟ جابجایی به تغییرات زمان. پس نسبت جابجایی و یا اسم دیگه جابجایی دوستان میدونید چیه؟ یه نفر بگه من سفر رو نگاه بکنم ببینم کسی هست به ما جمله دیگری رو بده. خب اصلا اون وقت میتونی بگی اسم دیگه جابجایی چیه؟ اسم دیگه جابجایی تغییرات بردار مکانه. میدونی چی که بگیرم شده؟ جان؟ تو کجا بود؟ آها تا اینجا. خب همون ما همینو میخواییم، خود تخته دیگه به بارد خوده. نکته مهمی که باید اینجا بهش توجه بکنیم، یادت باشه طبق قاعده ضرب عدد در بردار، سرعت متوسط هم یک کمیت برداریه و هم با بردار جا به جایی هم جهته. چرا دوستان به یاد بیارید این توضیح جلسه قبل رو، گفتیم یه برداری داریم به نام بردار آ که میشه N، حالا شاید من اینا جا به جا هم میگم مهم نیست، N مثبت داشتیم N منفی داشتیم. اگر N مثبت باشه آ و B چی بودن؟ همجهت. اگر اینمون منفی باشه آ و ب، حد اقلش اینه که بگیم همجهت نیستن، ولی نگیم غیر همجهت، همراستا و
غیر همسو بودن. پس سرعت متوسط به عنوان یک کمیت برداری می شود دی در یک بر روی دلتای دی، میشه چی؟ ضرب عدد در بردار. به این ضرب عدد در بردار اصطلاحا میگیم سرعت متوسط. ببینید، هم تندی متوسط و هم سرعت متوسط، واحد اصلیشون چی بود؟ متر بر ثانیه. همینجا من یه اشاره بکنم، اگه میخواستیم کیلومتر بر ساعت رو به متر بر ثانیه تبدیل کنیم چه کار میکردیم؟ بله بله، کاملا درسته. کیلومتر به متر ضرب در 1000، ساعت به ثانیه ضرب در 3600. منتها صورت ضرب در 1000 تقسیم بر 3600، یا نه عدد تقسیم بر 3.6. اینو دوستان عزیز داشته باشن. بله، کیلومتر بر گنده داریم، مایل بر ساعت داریم، محض معلومات عمومی ماخ داریم، واحد سرعت در هواپیمایی که برابر با سرعت صوت در هوا 340 متر بر ثانیه. ولی به عنوان یک نکته مهم یادمون باشه، واحد اصلی تندی و سرعت، واحد اصلیشون چی آقایون؟ متر بر ثانیه. خواهش کنم به این دقت کنید. آقایون، کسی کلاس را خمی کردن؟ آره، حالا از بعضی از دوستان هیچ اثری نیست. سر کلاس من چند وقت به شاگردا سر کلاس چیزی نگفتم، تکرم یه جورایی. شاید بعضی از دوستان کسی ازشون شاگرد ما بوده قبلا، بگذاریم که پارسال یکی از بچه ها بابا ما بابا شاگرد شما بوده، گفتم برو نامه ولی دروغ میگی. ولی بعدا دیدیم نه خیر، صحت داره، تا پدریش رو زود ازدواج کرده بود، سن من بالا نرفته بود. آقای موقع باتی نکنه تو برد کافلاس رو آره بعدا من برمش دور بیانصاف دفتر بابا شو برده بود مال سال 73 بود بکنم 73 پدرش کلاس چهارم بوده درسته؟ یعنی 73 کلاس چهارم بوده، یعنی اون موقع 19 سالش بوده درسته؟ 73 تا 1400 چند میشه؟ 27 سال. باید راست میگه درسته؟ میشه؟ چون زود ازدواج کرده بود.
ولی اون سندش بالا رفته بود، نه ما. اون سندش بالا رفته بود. من حاضرم به تو ثابت بکنم اگر یک روزی کلاس ها حضوری شد، حاضرم هم زمین فوتبال بیه خلاصه آره شهر کنم. سالا گرشته با بچه هر شهر ها زیاد میبستیم، معمولان هم میباختیم. خب، پس معنا و مفهوم سرعت متوسط و تندی متوسط اینجا برای ما مشخص شد. من میخوام با اجازه آقایون ابتدا یه دونه تمرین راحت و بعد یه دونه تمرین نسبتا مقتدر حل بکنم. تمرین رو دقت کنید که آقای سماتی چک لیست چیزی همراه باشه، تمرین رو ما همراه کن، تمرینش رو مشابه تمرینی که قبلا دادم در شکل مقابل تندی متوسط بین دو نقطه آ و ب که قسمت از یک دایره است در مدت 2 ثانیه برابر با 36 کیلومتر بر ساعت. درسته؟ شما بفرمایید که سرعت متوسط در این مدت چند واحد SI است. دوستان میدونن چند واحد SI است؟ یعنی چند متر بر ثانیه است. 10^2، 10^2/5، 20^2/5، 20^2/9. مثال شبیه همون مثال ساعت قبل رو. حالا من دوباره دایره رو بکشم. دایره این دفعه ای آقای سماتی یه کمی بهتر شد خدا وکیلی. این دفعه دیگه دایره ما رو دست نمیدازه تو رو ببرم. این سوال شبیه سوال قبله. نه. اینم آب و اینم بیا. خدمت شما که فلش هم زده. نه. در شکل مقابل تندی متوسط بین دو نقطه آ و ب که قسمتی از یک دایره است در مدت 2 ثانیه 36 کیلومتر بر ساعت است. سرعت متوسط چند متر بر ساعت است؟
منتظر جواب دوستان هستیم. اتفاقا شما الان مثلا حالا یکی از چیزایی که شاید تو ذهنت باشه چیه؟ آها، خب تو اون قسمت اول چرا استفاده نمی کنید؟ بگه تو بیرون نداری، زمان نداری، مسافت پیدا میشه. حالا یه چیزی من اینو میخواستم نگم ولی میگم، عددت اینو بگیریسته چون اگر من اونو میگفتم خیلی ها میرفتن سراغ جواب بدی، اما یه گیری بکنن دیگه. عدد پی رو تقریبا بگیریسته، خوب شد؟ این هم هست. جان اینا هم دیگه از آ تا ب قاعدتا این چنینه دیگه. ببین بذار من شکل اصلیش رو به دوستان نشون بدم. ببین شکل اصلیش رو نه بیان دورمین هم بخیر کنید دیگه. حالا دورو شکل اصلیش اینجا اومده خودش این علاقه گذاشته. آره نه وقتی میگی دایره از آ تا ب یک چهارم چند پاک میکنه چرا؟ خط رو صاف کشه دیگه. ببین توجیه رو هم همیشه دفعه باشه. این مثلا نهایت شما میخواید بگید این 89 درجه است. داری به دست برستون دوتر سیریس و تانجان شده من پوزیریس رو هرچی که فکرشو میکنید سفر هم نگاه کنید اون چند نفر جواب داده چی جواب داده؟ آقا دوره من میگه آقا کلاس حضوری هم فایده نداره. چرا؟ آقا داره ما میگیم علت شما هم داره بارو بکنم برم چرا فایده نداره کلاس حضوری؟ حداقل تو شخصی رو من نمیدونم. حالا سال گذشته تا سال 98 خدا وکیلی اون چی که ما با بچه ها سر کار داشتیم نمیخوام بسر تنهایی بزنم که یه مقداری توش دیوه تنهایی دارم. آقای من دارم آقای دارم رو میهن چه عوض کرد آقای سمابا باشه داشت آقای دارم آنی من بسرمیم ما حقا در دوازو چه من داری بزنیم یه الان دوازو منظور سه داریم آقا سه داریم نشم بابت تایپ و رسیدن استعداد و اینها یعنی تو پنج دقیقه شما تکشن تقییر رو مزیدن باش ببنید انشالله حضوری به پست هم خواهیم کن تحدید بکنیم برکه خب درست کنم هر شد دیگه هر نشد شما الان تکار کردیم عدد قاعده به نظر من اون که هیچ کاملا درست چشم یه لحظه هانا کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه عدد تقسیم بر 3.6 پس 36 تقسیم بر 10 درست شد؟ مذاره آره دیگه همون میشه دیگه عدد تقسیم بر 3.6 جواب 10 متر بر ثانیه. بعد چی؟ تندی متوسط برابر است با درسته؟ تندی متوسط 10 مسافت رو نداریم اینم خوب پس ال ما که اینجا می شود یه چهار معذرت بخواب 3/2 2πr خود این ال چنده؟ 20 درسته؟ اینم 20 مساویه با بخونش 3/4 ضرب داره 2 ضرب داره 3 ضرب داره r حالا یه دفعه من آر رو با علامت کوچیک نشون میدم یه دفعه با علامت بزرگ اون دیگه سلیقه شماست درست شد؟ چند میشه آرمون؟ آرمون چند میشه؟ 49 چون راست میگه دیگه این دو رو با این دو ساده میکنیم آره با اونم میکنم حالا من این کار کردم همانم این با این ساده کردم شد دو دو یه زد داره بیست 49 متر درست شد؟ جان جواب چیو؟ نه دیگه 49 میشه دیگه
به هیچ چیز ساده نمیشن. صورت با مخرج جفتشون اون فوقش نصف میشه، بیسی میشه چی؟ چهارونی. حالا چهل نهم دیگه درست شد. از ما خواسته سرعت متوسط رو، چیو میخوایم؟ ویه متوسط. ویه متوسط برابر است با چی؟ اندازه جابجایی به تغییرات زمان. قبوله؟ حالا ما چیو میخوایم؟ اندازه چیو جابجایی؟ طبق شکل جابجایی ما نام دیگه از ما اومده تا به دیگه ها، پس این میشه چی؟ برار جابجایی که ما چیو میخوایم؟ اندازه شون. باز اندازه این میشه چی؟ R رادیکال 2. قبوله؟ میشه چی؟ 49 رادیکال 2. چی؟ متر. پس بی متوسط برابر است با 49 رادیکال 2 تقسیم بر 2. میشه چی؟ 18 رادیکال 2. پس بی متوسط 29 رادیکال 2 متر بر ثانیه داشتیم. خب بگو ببینیم. صح. اینجا این حرف ریاضی رو خیلی با من شوخی نکن. 4 رو با 20 ساده نمی کنم. 4 رو به زر. بیا دیگه، من میگم این شما خیلی میکنه، شما استاد این اشتباهاتی همه اکثر آره برو خب. این مثال قشنگی بود برای فهم مفهوم جابجایی و قدرت خواهم ببخشید مفهوم تندی متوسط و سرعت متوسط که میشه از دلشون هم جا به جایی رو پیدا کرد هم مسافت رو پیدا کرد. مثال قشنگیه. خواهش منم دقت کنید. در شکل مقابل متحرکی روی سطوح جانبی یک مکعب به ضلع 20 متر از آ به نقطه ب می رود. درست شد؟ اگر در لحظه T مساوی صفر در A و در لحظه T
تی دو مساوی یک ثانیه در نقطه ب باشد، سرعت متوسط متحرک چند متر بر ثانیه است. آره دیگه گزینه نداره. من شکلش رو بکشم. شما اگر تو این شکله خوب بتونید اصلا یه کار دیگه بکنید، بیایید با آقای سماواتی سواله رو تبدیلش کنیم به الف و ب، بگیم آقا الف مقدار مکان و جابجایی و مسافتش رو بگیم، ب سرعت متوسطش، اینم بعد نیست، این ایکس، این ایگرک، اینم زد. حالا رسم مکمل خواهش کنم دقت کنید دوستان. ببین ها را این الان اینجا رسم کردی استاد، ببین حالا یه خط اینجا یه خط اینجا اینو این وصلش می‌کنی، در حقیقت الان سخت مکعب شما رو جور شد، اینا میای پایین، اینا میای، اینا میای، اینو این وصلش می‌کنی، حالا یه مکعب خیلی زیبا شد. این دیواره این مکعب است، دیوارش نقطه آ اینجاست، این مبدا ماست، اینم نقطه ب، هر ضلع اینم چقدره؟ 20 سانتی متر. درست شد؟ حالا این از نقطه آ اومده تا نقطه ب، ما یه کاری بکنیم. مثلا برای نقطه آ برار نمیان چی میشه؟ او رو به آ وصل. برای ب چی میشه؟ او رو به ب وصل. اشتباه نکنی، الان اگر بردار مکان او آ رو بخوای، بردار مکان او ب رو بخوای، اینا با هم برابر نیستن. بردار مکان او آ میشه همون ضلع مربع ما، ضلع مربع چقدر؟ 20 سانتی متر. حالا متر اون واحدش دیگه دعوا نداره، اما بردار مکان او ب دقت بکنید، نگاه کنید او ب، بردار مکان او ب مربع وطن میشه مجموع مربعات دو ضلع دیگر، میشه چقدر؟ گفتی 20 رادیکال. چرا؟ چرا 20 رادیکال؟ برآیند دو بردار هم اندازه بتر مثلث، دو تا 20 دیگه به توان دو احسن. حالا دوستان عزیز، این از ما سرعت متوسط رو خواسته که میگیم جا به جایی به زمان. این جا به جایی از کجاست؟ از آ تا ب. خواهش کنم دقت. خب جا به جایی آ تا ب یعنی تغییرات بردار مکان. این چی بود؟ این بردار مکان او آ. این چی بود؟ بردار مکان او ب. یادت باشه ها، این دوتا الان بر هم عمودن، ذهنت مجسم بکن، این الان به این شکله، اینم به این شکله. پس اگه به من بگم بردار مکان رو نمایش بده، اینه، اینا میشه بردار مکان او ب یا همون چیمون؟ جا به جایی. پس دی ما که میشه بردار آ تا ب. خب حالا اگر اندازش رو بخوایم میشه چی؟ رادیکال 20 به توان 2 به علاوه 20 رادیکال 2 به توان. صحب نه اونجوریش نکن، اونجوریش نکن، راحت ترش. ببین شما اینجا یه دونه 20 به توان 2 دارید،
یه دونم رادیکال دو به توان دو ضرب در 20 داره. رادیکال دو به توان دو چه؟ 20 به توان دو. میگم دیگه میخوام از 20 به توان دوش فاکتور بگیرم. رادیکال دو به توان دو چند میشه؟ دو. درسته؟ دو به علاوه یه سه. پس جواب میشه 20 به توان سه. بذاری فکر کنم. یه بار دیگه من بگم برام. ببین این الان میشه چی؟ یه دونه 20 به توان دو. اینم میشه دو تا 20 به توان دو. 20 به توان دو رو میاریم بیرون ازش. جذب میگیریم یک به علاوه ای، پس بنابراین چی؟ متر. تمام شد. بفهمیم. 20 رادیکال 3 تقسیم بر 1. جواب 20 رادیکال 3. یه چیزی بگیم، بعضی وقتا ممکنه سرعت با جابجایی یکی بشه. به چه شرطی؟ بازه زمانیمون یکی بشه. اینکه تو قاعده ضرب عدد در بردار میگیم اینا با هم دیگه هم جهتن، به شرطی علاوه بر هم جهت بودن هم اندازه هستن که دلتای تیمون برابر با چی باشه؟ یکی باشه. پس بنابراین سرعت متوسطش میشه چی؟ 20 رادیکال 3 متر بر ثانیه. احسن. نه بر ثانیه. این هم یه لابشی جدیده. نصفش باشی، نصفش بیست. روشت؟ خب. این هم از این تحمیل. تحمیلش تحمیل جالبیه. من البته برای شما تعدادی تحمیل برای این تحمیل کردم میرسم. آقای سمت، برکسی که شما گرفت بس بود. چقدر هم خب این از مفاهیمی که ما برای سرعت متوسط و تندی متوسط داشتیم. خب اینجا یه صحبت‌هایی از نمودارها کرده ما بحث این نمودارها رو فعلا مطرح نمی‌کنیم، میاییم سراغ دو تا مفهوم جدید. بعد که نمودارها رو کامل توضیح دادیم در مورد صحبت کنیم. خب دوستان اگر موفق کنید کتاب در خدمتتون هست، یه بار دیگه من میگم این به معنی اینکه ما دو از صفحه چهار به صفحه نه رسیدیم نیست. نمودارها رو با یک برنامه دیگری ابتدا توضیحاتش رو میدیم، بعد میگردیم نمودارهای کتاب رو حلش میکنیم یا در موردش توضیح میدیم. هر دوش خواهش کنم دوستان عزیز دقت کافی داشته باشن. در صفحه نه دقت کنیم. تصویری از کیلومتر شمار یک اتومبیل انداخته، تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای. ما فقط آن راجع به تندی متوسط و سرعت متوسط صحبت کردیم. دو تا جمعیت در رو بخواهیم نام ببریم، در شرایطی هم خودشون میتونن با هم برابر باشن، هم در شرایطی ممکنه تندی لحظه ای با تندی متوسط، لحظه ای با سرعت متوسط. الان یه قسمت هم من رو به فرد رو برد متعدد که دقیقا به دیگاه ما به این شده میده. الان درست آقای سامو اینجا چی؟ سرعتش در هر لحظه با میانگین سرعتش ما هم چی میشن فرد؟ پس میشه. پس ما فعلا بخواهیم راجع به چی صحبت کنیم؟ تندی لحظه ای. دقت کنید تو همون صفحه نوع کتاب قشنگ برای شما توضیحش رو نوشته. تندی متحرک در هر لحظه از زمان را تندی لحظه‌ای می‌گوید. پس بنابراین تندی لحظه‌ای در حقیقت تندی متحرک در هر لحظه از زمان. بلا فاصله زیرش می نویسیم سرعت لحظه ای. خب حالا چی بگیم؟
اگر شما وقتی که دارید تندی لحظه ای رو در هر لحظه عددش رو میبینید به جهتش هم دقت بکنید بهش میگیم چی؟ سرعت لحظه ای. باز در همون صفحه نوه کتاب قشنگ بهش اشاره کرده اگر هنگام گزارش تندی لحظه ای به جهت حرکت هم دقت کنید اصطلاحا بهش میگیم چی؟ سرعت لحظه‌ای که اون یک کمیت اولویه. من یه تعریفی رو هم برای دوستان بگم. تندی لحظه‌ای تندی متحرک در هر لحظه از حرکت که توسط کیلومتر ثانیه نام داده شده و در باره که هر حرکت اطلاعاتی هست. اما سرعت لحظه‌ای بیان کننده برار سرعت در هر لحظه است که هم دارای بزرگی و هم دارای جهت. پس برای سرعت لحظه‌ای برار سرعت در هر لحظه از حرکت که دارای جهت و بزرگی می باشد. خلاصه این که تندی عدد نشان داده شده توسط کیلومتر سنج، حالا موتورسیکلت، بعضی از دوچرخه های پیشرفته است، اتومبیل، قایق، قطار، هواپیما، به هر چی در هر لحظه شما به صفحه نگاه کردی هر عددی که نشون میده بهش میگیم چی؟ تندی لحظه ای. اما در کنار تندی لحظه ای سرعت لحظه ای رو داریم. یادتون باشه یه نکته ای رو من میخوام اونجا بهش اشاره بکنم. آیا ممکنه تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای یکی باشه؟ صفحه 9 کتاب کنم یه دقت بفرمایید لطفا. صفحه 9 دقت کنید همونجا اگر ما بیاریم بکنید برای سادگی بیشتر درخواه سرعت لحظه ای و تندی لحظه ای را به ترتیب از واژه سرعت و تندی استفاده کنید، یعنی کلمه لحظه ای رو به کار نمیبریم. حالا یه چیزی رو میخوام بگم، من میگم تندی لحظه ای همان بزرگی سرعت لحظه ای. این اگر شما سرعت لحظه ای رو به بدن 20 آی، اون 20 ش هم سرعت لحظه ایه هم تندی لحظه ای. مثلا به شما میگن سرعت راستای قایق 5 جی، یعنی چی؟ سرعتش هست 5 متر بر ثانیه در راستای قایق. حالا اون جی رو بذار کنار، فقط 5 شو ببین چه چی؟ تندی لحظه ای. پس یادت باشه که تندی لحظه ای همان اندازه چیه؟ سرعت لحظه ای است. پس اگر ما سرعت لحظه ای رو مطرح کردیم، جهتش رو مطرح نکردیم، اینجا همون تندی لحظه ای. یه نکته دیگه هم بگیم. جانم بگو. خط راست باشه. بله. میگم چی؟ میگم آره. در صفحه از امکان نداره. آره. در مواردی به جای تندی لحظه‌ای و سرعت لحظه‌ای فقط تندی و یا سرعت گفته می شود. حالا این کی هست در مورد این صحبت خواهیم کرد. خیلی جای به قول خودمون نگرانی نداره. حالا اینجا تندی لحظه‌ای و سرعت لحظه‌ای رو شما دقت کنید. پایین صفحه اومده از نمودار هم معلوم کرده. ما چون بحث نمودارها رو بعدا خدمت شما خواهیم گفت، فعلا سرعت لحظه ای رو معلوم کردیم، تندی لحظه ای رو معلوم کردیم،
سرعت متوسط معلوم کردیم و همچنین طولی متوسط رو. حالا در مواردی ناممکنه با هم دیگه یکی باشد یا نباشد، موضوعاتی که بعدا بررسی خواهیم کرد. دقت بفرمایید، ما در کنار واژه‌های تندی و سرعت بخواهیم به دو تا کمیت دیگه بپردازیم به نام شتاب لحظه‌ای و شتاب متوسط. فعلا میخوام شتاب متوسط رو در مورد صحبت کنم. علامت اختصاریش IAVه. دقت کنید. بالاش هم یه علامت برداره. چی میشه تعریفش؟ بگو. تغییرات بردار سرعت به تغییرات زمان. باز هم طبق قاعده ضرب عدد در بردار همواره، من اینو بیان بکنم، الزاماً بردار چی؟ شتاب متوسط با تغییرات سرعت همیشه چیه؟ همجهت. چرا؟ چون ما دلتا تی منفی بله نداریم. خب میتونیم بنویسیم آی متوسط، آی متوسط برابر است با وی دوی منهای وی یک تقسیم بر تی دوی منهای وی یک. این هم یه شکلی از این. خب واحدش در اس آی چی میشه آقایون؟ بله متر بر، ما قدیمی ها میگیم مجذوب ثانیه. این کتاب درسی نوشته مربع ثانیه، مربع ثانیه، ولی فرقی نمیکنه. الان به عنوان مثال فرض کنیم اگر شتاب متوسط متحرکی 2 متر بر مجذوب ثانیه باشد، معنا و مفهومش یعنی چی؟ یه نفر من بگیر، من این سفرم دارم یه نگاه بهش میکنم. خب ببین، شما شتاب متوسط رو تعریف اولش رو چی گفتید؟ شتاب متوسط نسبت تغییرات برار سرعت به زمان. پس اگر شما میگید شتاب متحرکی 2 متر بر ثانیه است یعنی چی؟ یعنی بگو در هر 1 ثانیه سرعت 2 متر بر ثانیه تغییر می کند. حالا چون علامت مثبت داره یعنی زیاد میشه، بعضی وقتا علامت منفی هم منفی ممکنه بگیم آقا منفی یعنی چی؟ یعنی تو هر 1 ثانیه 2 تا اثرش داره کم میشه. پس اینو خواهش میکنم دوستان عزیز حتما بهش دقت کافی داشته باشن که چون مفهوم بسیار بسیار نمیدونه. خب در کنار این عکس گرفته بودیم آره؟ اینا رو آره الان گرفتی عکسشو الان اینو گرفته بودیم. در کنار این ما شتاب لحظه‌ای داریم. ساده ترینش اینه که بگیم که شتاب متحرک در هر لحظه از حرکت. اینی که الان دارم می نویسم این برای نظام قبله. ببینید اگر تغییرات زمان یعنی چی فارسیش؟ به طرف صفر بیگ بکنه، مثلا شما سرعت رو از 2 ثانیه تا 6 ثانیه حساب کنید، بازم چند ثانیه است؟ 4 ثانیه.
حالا از 2 ثانیه تا 4 ثانیه حساب بازم چقدر شد؟ 2 ثانیه. از 2 ثانیه تا 3 ثانیه حساب بازم چقدر شد؟ 1 ثانیه. از 2 ثانیه تا 2.5 ثانیه حساب بازم چقدر شد؟ از 2 ثانیه تا 2.1 ثانیه حساب. خب اون اختلاف 4 ثانیه رسید چی؟ یک دامی پس اگر دلتای تی به طرف صفر بین بکنه شتاب لحظه ای خوب شد گفتی اینو میشه چی؟ حد شتاب متوسط حتی خونده اون دیگه درسته؟ پس بنابراین دوستان این متوجه شدن اگر دلتای تی به طرف صفر بین کند آنگاه یه بار دیگه بنویسم شتاب چی؟ لحظه ای حق شتاب چیه؟ متوسط. خب سوالی که اینجا پیش میاد آیا ممکن است سرعت لحظه ای با سرعت متوسط یکی شود؟ آیا ممکن است شتاب لحظه‌ای با شتاب متوسط یکی شود؟ جواب هر دوش بله. در حرکت یک نواخت روی خط راست سرعت لحظه‌ای مساوی سرعت چیه؟ متوسط. در حرکت شتابدار با شتاب ثابت جزء برنامه درسی به طور مفصل توضیح میدم. الان معنا و مفهوم حرکت با شتاب ثابت میدونی یعنی چی؟ یه لحظه سرعتش از 2 میرسه به 4، از 4 میرسه به 6، از 6 میرسه به 8، از 8 میرسه به 10. تو هر یک ثانیه 2 به 4 سرعت چقدر تغییر کرد؟ از 4 به 6 چقدر تغییر کرد؟ از 6 به 8 چقدر تغییر کرد؟ این تغییرات سرعت زمان رو بهش میگیم چی؟ شتاب. اینجا فرقی بین شتاب بگو متوسط با شتاب لحظه‌ای وجود نداره. بذارید اینو بنویسم شتاب متوسط مساوی شتاب لحظه‌ایه. خب ما اینجا دیگه جناب آقای سماواتی فقط واژه چی رو به کار می‌بریم؟ شتاب. اینجا فقط واژه چی رو به کار می‌بریم؟ سرعت. نیازی به اینکه بگیم لحظه‌ایه یا متوسطه نه. درست شد؟ یه عکس ازش بگیرید. خواهش من دقت بفرمایید. ببینید
متحرک در لحظه T1 مساوی دو ثانیه از نقطه آ و در لحظه T2 مساوی 4 ثانیه از نقطه B می‌گذرد. اگر بزرگی سرعت در این نقاط 10 متر بر ثانیه باشد، اندازه شتاب متوسط از آ تا ب چقدر است؟ کاش به جای این چقدر است می نوشتم چند واحد اسکای است. این نقطه آ، اینم نقطه ب، این لحظه T1، اینم لحظه T2. 4 ثانیه بود. خب شما محبت کنید یه دقیقه به حلش فکر کنید، چون من ارمان گفتم گزینه هاشو باید فکر کنم بگم. 0 10 رادیکال 2، 5 رادیکال 2، 2.5 رادیکال 2. همش هم دوستان متر بر معیزه بسان. چه جون میده من اشتباه از نظرات اینه که آقا سرعت اینجا 10، اینجا 10، شما اومدید به ما میگید شتاب یعنی تغییرات سرعت به زمان. خوبه که سرعتش تغییر نکرده، پس شتاب 0 این گزینه غلط. چرا؟ شرط تغییر یک مقدار یا تغییر عددشه یا تغییر جهتشه یا هر دو. شما الان رسیدید به پی نمیدونید. سرعت اینجا داره. اینجا داره. مثلا اینکه تازه بگرم را هم دیگه یاد میگیرم. میترسم باز بگرم دیگه. احتمالا سرعت بعدی و قبلشون خیلی خیلی به هم نزدیکه. جهت چون داره عوض میشه؟ اینجا نگاه کن. جهت عملا چیه؟ مثبت اینجوری. جهت اینجا چیه؟ منفی اینجوری. پس شما دو تا بردار داریم که جهت ها یکی نیست. پس تغییرات جواب ما 1 نیست. دوستانی که با ما هماهنگ بودن نمیدونم متوجه شدن یا نه که چون جهت بردار سرعت تغییر می کند، پس بنابراین اینجا شتاب داریم. صفحه میگیره که آقای صفحه به علت تغییر جهت بردار سرعت دلتای وی مخالف صفر
پس شتابمون هم چیه؟ مخالف سفر. شتاب متوسط یعنی چی؟ یعنی دلتای وی به دلتای بفرم. حالا ما چی شو از شما خواستیم؟ به من بگو. بله، اندازه شو خواستم دیگه. حالا ما باید اول اندازه دلتای وی رو حساب کنیم. اندازه دلتای وی میشه تفاضل دو بردار غیر همسو. یه مرد بگه تفاضل دو بردار غیر همسو چی میشه؟ تو حالت خاص گفتم که نه باریک الله میشه چی؟ میشه دو وی سینوس تتا دو فون. آره یا نه؟ بله، دو وی سینوس تتا دو فون هم اندازه بود. پس دلتای وی ما میشه چقدر؟ میشه خود دو وی. قبوله؟ پس اندازه شتاب متوسط میشه دوی ضرب در ده تقسیم بر دو. قبوله یا نه؟ تو جوابش کنون را بزینا نیست، این خطای محاسباتی من اشتباه است. یه بار دیگه دقت کنیم، شاید اگر من اینو اینجا میگفتم میشه چی؟ 90 درجه میشد. ولی کار کردم، پس من اشتباه کردم. پس طالب شد که اندازه شتاب متوسط ما میشه خود چی؟ 10 متر بر مجذور سال. به مجذورم من ماس مالی کنم جان؟ الان فی البدایه گفتم دیگه، من فکر کردم آبابه رو بخوام از جوتون اینجا بدونم این 90 درجه بشه چی؟ میشه دو بی سینوس تعداد رو میشه دو بی زب داره دو دو از اینجا بی رادیکال دو، یعنی 10 رادیکال دو تقسیم بر دو میشه 5 رادیکال دو. ولی چون اینجا رو گفته بودم درست شد؟ حالا یه کاری میخوام بکنم جان؟ میگم 10 رادیکال دو تقسیم بر دو زمان که دیگه چلو 20 اینجا داری اشتباه میکنی. دو بی سینوس تتا دو دارم از اینجا تا اینجا رو میگم. آره، از اینجا تا اینجا. من تو ذهن خودم 90 درجه بود، در حالی که زاویه 180 درجه است. حالا من میخوام چیکار بکنم؟ من میخوام یه چیزی بگم. بگم که شما این سوال رو قسمت ب یا نه در تست فوق برای دو نقطه آ و سی شتاب متوسط را به دست آورید. حالا که ما اینا ببین این نقطه سی، این نقطه سی اینم حالا بکنیم چقدر سی درجه. اینو به امکان یه تمرینی بکنم دیگه وقت من رو تمام شده کار کنم. دوستان درس این روز ما اتمام رسید. یه بار من بگم خدمتتون، ببینید ما از نظر کتاب، از نظر کتاب اومدیم صفحه دو یا آره دیگه از صفحه دو تا صفحه خدمتتون عرض بشه که چهار درس دادیم، این نمودارها رو رها کردیم، اومدیم در صفحه به قول خودمون نه تندی لحظه ای و تندی متوسط رو درس دادیم و بعد اومدیم در صفحه ده شتاب متوسط و شتاب لحظه رو درس دادیم. حالا جلسه آینده یعنی روز یکشنبه اولا اگر من یک بعدی نمونه سوال براتون ارسال میکنم، حلش رو براتون ارسال کنیم، بعدش هم صفحات باقی مانده تا صفحه ده رو تدریس خواهیم کرد و بعد کنیم تعیین شتاب متوسط و سرعت متوسط از روی نمودار. میریم طبق کتاب دوباره که مهمترینش
صفحه 13 هست، حرکت با سرعت ثابت. ای کاش میگفت حرکت با سرعت ثابت روی خط راست، چون گاهی اوقات ممکنه جسم با سرعت ثابت حرکت بکنه ولی روی مسیر منحنی باشه. Thank you.